بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. شاگرد عزیز السلام علیکم، امیدوار هستم همتان از صحت کامل برخوردار باشین و با امید دیگه درس های گذشته تان مرور کرده باشین و کار خانگی تان هم انجام داده باشین. خب حالا پیش از اینکه درس نو آغاز بکنیم، البته یک مرور کوتاه به درس گذشته داریم. میپرسیم که درس گذشته ما چی بود؟ بله، درس گذشته ما شما خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. شما در درس خواندین که حضرت عمر بعد از خلافت حضرت ابوبکر صدیق به خلافت رسیدن، شخص بسیار عادل بودن و همیشه حق از باطل فرق میکردن و میخاطر لقب عمر فاروق برشان داده شد. فتوحات زیادی در زمانشان صورت گرفت که از ساحات غربی مصر تا ساحات شرقی افغانستان فتوحات میرسید و بالاخره بعد از 2.5 سال خلافت در ادای وقتی که قرآن مجید تلاوت میکردن و شهادت رسیدن. این بود درس گذشته ما. شما حال درس نو خدا آغاز میکنیم. البته پیش از اینکه درس نو خدا آغاز بکنیم، باز هم مثل درس قبلی اهداف برای درس تعیین کردیم و درس هم برای شما معرفی میکنیم که درس امروز ما شما چی هست. باز هم درس امروز ما شما میفهمیم صنف 7 است، مضمون تاریخ و موضوع درس ما شما آیا در مورد وقایع خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه معلومات دارید؟ یعنی درس امروز ما درس خلیفه سوم اسلام یعنی حضرت عثمان رضی الله عنه میباشد. درس ما درس سوم هست، صفحه 69 الی 70. و البته اهدافی که برای این درس تعیین کردیم که تا ختم درس بتانیم ما شما به این اهداف برسیم، این اهداف ما قرار ذیل هست. اولین هدف ما این است که آشنایی شاگردان با چگونگی شخصیت حضرت عثمان رضی الله عنه. شما شخصیت حضرت عثمان رضی الله عنه را میشناسین که چگونه یک شخصیتی بودند. آشنایی شاگردان با متن نامه مشهوری به کنوانی سران لشکری نگاشته شده بود و همچنان آشنایی شاگردان با مناطق مفتوحه در دوران خلافت حضرت عثمان، کدام مناطق یعنی در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه توسط مسلمین فتح شد، و همچنان آشنایی شاگردان با کار عظیم یعنی جمع‌آوری قرآن عظیم الشان. یعنی قرآن عظیم الشان در زمان خلافت حضرت عثمان جمع‌آوری و تحریر شد. خب درس امروز ما شما که قبلا هم گفتیم خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه یا عنوان درس ما شما است که آیا در مورد وقایع دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه معلومات دارید یا خیر؟ خب حال ما شما درس یک جای با هم پیش میبریم و کسانی که در این قسمت معلومات کمتر دارن و یا ندارن از این درس میتونین در مورد وقایع خلافت حضرت عثمان یا در مورد حضرت عثمان رضی الله عنه معلومات جدید را به دست بیارین. باز هم مثل دروس گذشته مواد درسی قلم، کتاب، کتابچه را با خود داشته باشین تا نکات عمده درس در جریان درس با خود یادداشت بکنین. درس باز هم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بخیر آغاز میکنیم. درس امروز ما شما که خلافت حضرت عثمان هست، حضرت عثمان رضی الله عنه پسر افغان بود، 5 سال قبل از آمالفیل در مکه معظمه متولد شدن. البته در قسمت آمالفیل در دروس قبلی بر شما معلومات دادیم. شخصیت بسیار رحیم، متقی و سخاوتمند بودند، یعنی در سخاوت نام داشتند و توسط حضرت ابوبکر صدیق به دین اسلام دعوت گردیدند که البته حضرت عثمان هم این دعوت پذیرفتند و به دین اسلام مشرف شدند. چون شخص بسیار ثروتمند بود، از ثروت خود یا دارایی خود به نفع اسلام استفاده کرد و همیشه در راه اسلام به کار برد و به استثنای غزوه بدر در تمام غزوات با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همراهی داشتند. البته بعد از وفات حضرت عمر رضی الله عنه که خلیفه دوم اسلام بودند، با مشوره مسلمین به حیث خلیفه سوم اسلام برگزیده شدند. البته در سال 23 هجری بود که حضرت عثمان به خلافت برگزیده شدند.
در دوران خلافت حضرت عثمان هم ساحات زیاد مثل ترکیه و بعضی از ساحات افریقا در قلمرو وسعت مسلمین درآمد. و در این حال هم بعد بغاوت ها یا جنگ های خرد و کوچک در قسمت های همدان، اسکندریه و آذربایجان رخ داده بود که در دوران حضرت عثمان دنهو به این جنگ ها خاتمه داده شد یا خاموش گردید. در دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برای اولین بار نیروهای بحری تحت قیادت حضرت معاویه ایجاد کردید. یعنی قوای بحری مسلمین تا این زمان نداشتن و در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه قوای بحری ایجاد کردید. خب شاگردای عزیز، حضرت عثمان رضی الله عنه یک نامه را به سران نیروهای لشکری درباره عدالت و برخورد با رعایا چنین نوشت. یک نامه فرستاد و در متن از این نامه را من براتان میخوانم، شما خوب توجه بکنید. در نامه چنین نوشته شده بود: خداوند خلق را به حق آفریده و جز حق چیزی نمیپذیرد. حق را بگیرید و به حقدار بدهید و با امانت چنگ زنید و بند امانت را پاره مکنید که در گناه کسانی که پس از این به روش شما می روند شریک خواهید بود و پیمان وفا کنید و به یتیم و پیماندار ستم مکنید. هر کی با آنها ستم کنند خداوند دشمن اوست. شما نامه را شنیدین که به این الفاظ یا به این کلمات نوشته شده بود. البته این نامه هم نشان می ده که حضرت عثمان هم در مورد خلقت و حق و حقداری زیاد یعنی کوشش میکردن که حق به حقدار برسه و پیمانی که با کس بسته میکردین باید به او پیمان وفا بکنین و به یتیمان هیچ وقت ظلم و ستم باید صورت نگیره. خوب شاگردای عزیز، یکی از کارهای مهم دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه جمع‌آوری قرآن عظیم الشان هست. البته شما قسمی که در درس‌های گذشته هم خواندین و یا معلومات دارین، قرآن عظیم الشان در ظرف 23 سال توسط جبرئیل امین از طرف خداوند نازل شد. البته نازل شدن قرآن بر ضرورت یا اقتضای حالات بود. آیات قرآن کریم در وقت اصحاب کرام چی میکردن؟ حفظ میکردن و یا بر درخت و پوست درخت یا استخوان‌ها نوشته میکردن. اما با مرور زمان دیدن که وقتی جنگ های مختلف بین مسلمین و مشرکین واقع میشن، یک تعداد از صحابه کرام به شهادت میرسن. پس ضرورت احساس شد که باید قرآن کریم جمع آوری شود. یعنی قبل از او به شکل صحیفه ها یا به شکل مذهب یا نسخه های مختلف قرآن کریم نوشته شده بود که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه تحت نظر زید بن ثابت رضی الله عنه که یکی از کاتبان وحی بود قرآن کریم جمع‌آوری و تحریر شد که بعد از مقابله با نسخه های دیگر البته حضرت عثمان رضی الله عنه حکم کرد که تا همه نسخه های قبلی را از بین ببرند و به این ترتیب قرآن عظیم الشان ترتیب و تنظیم گردید. خوب شاگردای، شما به تصویر توجه بکنید. یعنی چون پیش از اینکه قرآن عظیم الشان جمع آوری ترتیب و تنظیم کردن، البته با اشکال یا با صحیفه ها و یا صفحات مختلف یا صحیفه یا متحف نوشته شده بود که شما در تصویر میبینید، یعنی خط هم میبینید که به چی شکل نوشته شده بود. یعنی در وقت همین علاماتی که فعلا همی زیر و زبر و زیر یا پیشی که فعلا در قرآن است و خواندن قرآن برای ما شما ساده و آسان میسازن در او وقت وجود نداشت. و تصویر دیگر هم میبینین که صحیفه های مختلف نوشته شده بود و سر به سر مانده شدن. یعنی مشکل بود که از این آدم قرآن مکمل به صورت درست بخوانه. و تصویر دیگه قرآن می بینین که البته به شکل امروزی که قرآن شریف به دست ما شما است و در دسترس همه مسلمان ها قرار داره که البته با علامات نوشته شده و خواندن قرآن عظیم الشان برای ما شما ساده و آسان می سازه. یعنی این یکی از خدمات بزرگ و برجسته دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه به شمار می. بالاخره حضرت عثمان رضی الله عنه خوب در سن 70 سالگی البته به خلافت رسیدن
و حضرت عثمان 12 سال خلافت کرد و در سال 36 هجری توسط یک شخص باغی در حال به شهادت رسید که مطروف تلاوت قرآن عظیم الشان بوده. خوب شاگرد عزیز، حالا یک بار برتان خلاصه درس تشریح میکنم. البته نکات مهمش سر تخته برتان نشته کردیم و روی تخته برتان تشریح میکنم، شما هم این نکات با خود یادداشت بکنید. خوب توجه بکنید. خب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پسر افغان بودند. البته بعد از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم بودند، باعث خلیفه مسلمین انتخاب شدند. البته در سن 70 سالگی به خلافت رسیدند. 12 سال خلافت کردند. یک شخص رحیم، متقی و سخاوتمند بودند. در بجز از غزوه بدر، البته در تمام غزوات با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همراهی داشتند و یا اشتراک نموده بودند. در زمان از یه هم فتوحات ادامه داشت. ساحات افریقا و ترکیه در قلمرو مسلمین شامل گردید و اولین بار نیروی بحری مسلمین تحت قیادت امیر معاویه ایجاد گردید و کار مهم دوران خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه البته جمع‌آوری قرآن عظیم الشان بود که پیشتر هم برتان تشریح کردم که قرآن عظیم الشان البته در ظرف 23 سال با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط جبرئیل امین نازل شده بود و البته به شکل صحیح بخار نوشته شده بود و بالاخره چون در پوست درخت و استخوان نوشته می شد یا حافظ صحابی کرام او را حفظ بکردند. بالاخره تحت نظر زید بن ثابت یکی از کاتبان وحی بود، قرآن عظیم الشان ترتیب، تنظیم و تحریر گردید و حضرت عثمان رضی الله عنه در بعد از خلافت البته در زمانی که وقتی که مصروف تلاوت قرآن عظیم الشان بودند توسط یک شخص باقی به شهادت رسید. این بود درس امروز ما شما. امیدوار هستم که درس یاد گرفته باشین و با معلوماتتان در قسمت خلافت خلفای راشدین افزوده باشه. البته شاگرد عزیز باز هم براتان با ارتباط میدن سوالای کارخانگی آماده کردیم. سوالای بسیار ساده و آسان هست. شما این سوالا را با خود یادداشت بکنید و جواباش را با کمک کتاب میتونید در کتابچه‌هایتان بنویسید. خب من سوالا را بر شما میخوانم، شما به سوالات توجه بکنید. سوال اول است: قرآن کریم در زمان کدام خلیفه جمع‌آوری گردید؟ سوال دوم است: حضرت عثمان رضی الله عنه چند سال خلافت نمودند؟ و سوال سوم: حضرت عثمان رضی الله عنه در سن چند سالگی به خلافت برگزیده شدند؟ سوال های بسیار ساده و آسان است. جوابایش با کمک کتاب نوشته بکنید. امیدوار هستم درس یاد گرفته باشین و با معلومات افزوده باشه. کی بود شاگردای عزیز و دوست داشتنی درس امروز ما شما. انشالله تا زمانی که باز به خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند یکتا میسپارم. امیدوار هستم درس تا را بخوانید و درس آینده را هم با خود یک بار تکرار بکنید یا مرور بکنید که درس آینده ما شما خلافت حضرت علی هست. او را هم یک آمادگی بگیرید تا وقتی که درس برتان تشریح میشه شما به بسیار سادگی درس با خود بگیرید. باز هم از توجهتان تشکر میکنم شاگرد عزیز. خداوند یار و مددگارتان.